خوبه، خیلی خوب پارک کرد. خیلی عالی پارک کرد. تو من مطمئنی میخوای بری تو؟ آره دیگه استاد کیمران گفتم همینجا بریم پدوهای شیرازی. بری تو دیگه راه برگشت نداری ها. تو چرت و پرت میگی راه برگشت چیه؟ حرفا چیه میزنی؟ خب واسه که نمیدونی چی در انتظارته. نمیدونی آقای شیرازی میخواد چی بهت بگه، چه شغلی رو برات در نظر گرفته. با استاد کیمران من که رو درواسی داری. الان اسیرت کنه نه نمیتونی بهش بگی. آخه استاد کیمران که منو جای بد نمیفرسته. حتما با توجه به توانایی من یه کار خوبی برام در نظر گرفته. یه کار خوبی برات در نظر گرفته دیگه. نگاه کن ساختمون اداریه، یا منشیت میکنه یا درمونت میکنه یا آسانسورچی. تازه اگه بخواد یه شغل خیلی خوبی بهت بده، عزت بهت بذاره، ور میداره چه میدونم میبرت تو بایگانی، همون زیر زمین خیسه نمناکه. خاک بر سر من کنه که برادر من این همه دست خون آخرش باید کاغذ بذاره گوشه مردم. حال شلوغ نکن، میریم تو. اگر بد بود قبول نمیکنم. قبول نمیکنی؟ آقای کیمرام این همه به تو محل گذاشته، اهمیت به تو داده، میخوای باش این کار کنی؟ چرا هیچ کسو برای خودت نگه نمیداری هومن؟ چرا هیچ کسو نگه تو؟ برو خوب پارک کن، من میرم تو میام. برو من برو. خیلی خوب پارک کردم هومن، یه دقیقه صبر کن. از اینجا فرصت داری تو دم اتاق آقای شیرازی. بیشتر از این نمیتونه. اگه یه دکتری چیزی رم دیدی مدارکتو بهش نشون بده، منم که خوش سر زبونم. میریم باهاش حرف میزنیم، بلکه یه درمونگاهی جایی دکتری چیزی بندت کنه. بریم بریم دیگه. سیمچین خانم، سیمچین برای چی میخوای؟ میدونم فقط یه سیمه، ولی شما نباید به پلمپ دفتر دست بزنید، قانونی نیست. بله شما کار نداشته باشید، یه کاغذ بردارید خانم، با ماجیک روش بنویسید به دلیل مسافرت ناگهانی دکتر کاشف مطب تا چند روز تعطیل است. بله سفر میخوام نه من سفر نمیخوام برم، یعنی منظورم اینه که برای مردم این... خداوند چقدر برای مردم این رو بنویسید. بله 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 شما دست به پلمپ نزدید. بله مریض تو راه رو بفرستید برن، بگید تعطیله. بله 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 شما ببین، شما دو سه روز تشریف برید منزل استراحت کنید. بله بله مرخصی با حقوق. بله حقوقتون رو میدم. بله مرخصی با حقوقه، نگران نباشید. نه من سفر نمیرم، گفتم برای مردم من فقط این رو مینویسیم. بله خودمون که میدونیم سفر نمیریم. بله 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 بله. حاله؟ الان در حال حاضر مریض سهراب روه. سهراب؟ کی؟ سهراب کاشف. بسیار خوب. دکتر کاشف، جراح زیبایی؟ پنجه طلایی؟ هم کلاس دانشگاهمون چه سفید کرده. من تو اداره فکت کلمپم میام درست میکنم کارا رو. بعد راجع به کار صحبت نکنی ها. راجع به کار صحبت، من خودم توضیح میدم. دکتر کاشف، دکتر کاشف اینجا نرو. آره نه بابا نه تو بهش نگو. من چقدر آقای دکتر کاشف. آقای کاشف سلام، این شما و این دکتر هومن صحرایی. هومن کجایی؟ حالش چطور؟ قربونت بشم، من دلم تنگ شده بود برات. حالت چطوره؟ خوب هستی؟ تو تمام این سالها این هومن همش حرف شما رو تو خونه میزد، چپ میرفت راست میرفت میگفت دکتر کاشف. اصلا نمیدونینا یه شب نیست که خواب شما رو نبینه. حال شما چطور؟ خوب هستی؟ بله متشکرم. سفید کردی ما رو. بچه داری؟ خودت چطوری؟ باز خوبه، موهای آقای دکتر فقط سفید شدن. دکترای پوستمون میگن مو که سفید میشه دیگه نمیریزه. این هومن ما موهاش که سفید میشه از سیاهاش میریزه. مو که ارثیه، منم به خانواده بابا اینا رفتم چون حرف. وقت آقای دکتر رو نگیر، برو سر اصل مطلب. آقای دکتر شما که غریبه نیستین. این هومن الان یه هفته است از بیمارستان، اخراج کردم بیکاره. اصلا من اخراج نکردم، من با محیط اونا سازگاری نداشتم. هر جا دنبال کار رفته هیچکی معلش نداده. نه من یعنی چند تا پیشنهاد شده مناسب من نیست. تخصصش هم به درد لای جرز دیوار میخوره. آخه پلاستولیز بینابینی گلوبول های خونی شد تخصص؟ نه من قبول دارم رشته مدرنی هستش، هنوز زیر ساخت های علمی و عملیش اینجا فراهم نشده. آخه شما فکر کنین آدمی تو این سن و سال بیکار، علاف، بی پول، معتاد نمیشه، افسرده نمیشه، نمیره خودکشی کنه؟ حالا جون خواهش میکنم، آخه چه حرفیه؟ دستش به دامنتون آقای دکتر، یه کاری واسهش درست کنی، ثواب داره دیگه. معذرت میخوام، ما هم دیگر میشناسیم؟ یعنی شما از مریضهای من بودین؟ شوخی میکنی؟ ها؟ من هومنم دیگه، من دکتر هومن صحرایی، ما هم کلاس بودیم. هومن میگم چقدر قیافش آشناست. این کارت منه، شماره مطب اون پایینی است، یه وقت اگر گذرتون افتاد خوشحال میشم بتونم خدمتی کنم. ببین هومن، لپاتو ور میدارم جاش گونه میذارم.
لپ منو؟ شما هم خانم به چک و چونت یه دست بکشی بد نیست. با اجازه. ببخشید آقای دکتر، بالاخره نگفتیم واسه این هومن ما چی کار میکنی؟ چی کار میتونم بکنم؟ چه میتونم؟ تو همین بیمارستانی که هستین دست و بالش رو یه جا بند کنین دیگه، توی قسمت مطبی، تزریقاتی، چیزی اصلا فکر کنین برادر خودتونه، معتاد بشه خوبه، افسرده بشه خوبه، خوشو بکشه خوبه، نه دیگه. نه اصلا، آخه اونجایی که من هستم خیلی 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 لولش بالاست، میدونی من کوچیک کوچیکشون هم اونجا باید سر وضع درست داشته باشه، فرق کنی. خب تیپشو من درست میکنم، یکی دو تا کت شلوار خوب داره ها. ببخشید من عجله دارم، شرمنده جمع نمی کنم. ببخشید همینه دیگه، ببینم که گفت این راه رو اولیه، در دوم سمت راست همینه. ببین معطلمون نکنی، با این آژانسی قرار گذاشتم که بریم مطب رو ببینیم. باشه باشه چشم، تو بشین یه دقیقه، بشین بشین. بهروزم میگم که بده این مداره که تو با یه خط خوش بنویسم، میخوام یکی رو بزنم قاب کنم تو خونه بابا اینا، یکم بزنیم تو من جان. با حال میشه نه؟ بشین بشین من برم یه دقیقه اینو معادل سازی کنم. بیا موضوع خود باش. دست خودتون میتونه بیا تو اتاق عمل چاق و ماقو بده دستتون، راه دوری نمیره که. ببینم چی کار میتونه. برو اونجا، برو اونجا بشین، برو بشین، برو بشین، برو بشین، برو بشین. شما اینجا بشینین، من الان میام. آره سلام. آره آره ما رسیدیم. نه بهروز رفته مداره که شما معادل سازی کنه، بعدم قراره بریم مطب رو ببینیم. چی؟ کجا؟ بهروز امکان نداره پایین تر از میدون بنا کار کنه. کدوم بیمارستان؟ دولت؟ نه عزیز من، مگه شوهر خودتو میره بیمارستان دولتی کار کنه؟ بهروز فقط خصوصی، اون هم الهیهی، فرشتهی، دروسی، همچه جایی. بنده رو جناب آقای دکتر کیمران خدمت تو معرف کردن جناب شیرازی. بابا خوش اومدید جناب آقای دکتر. هومن صحرایی درسته؟ کاملا کوچیک شما. بله خیلی خوشحال شدم شما رو ببینم. آقای دکتر کیمران از شما خیلی تعریف کردم و در مورد اون اتفاق به من گفتم، من واقعا متاسف شدم. دیگه به هر حال اتفاق دیگه. البته من خدمت شما عرض کنم که بنده در مقابل یک تخلف آشکار وظیفه انسانی خودم رو انجام دادم. الان که درد ندارید؟ چی؟ همون کفگوریه‌ای که خوردید؟ نه خب من در عوض با سر رفتم تو صورت ایشون دیگه. پس الان ایشون درد دارن؟ اون دیگه به خودشون مربوطه، ختم به اخراج شد. آقای دکتر کیمران شما رو برای یه پست جدید معرفی کردن که امیدوارم شما بتونید به مردم خدمت رسانی کنید به نحو احسن. خواهش میکنم دیگه، توی این بازار کساد و این بیکاری ها اینا گفتم یه دقیقه خدمت خودتون برسیم. همش داشو از قوم. خواهش میکنم، یه بیمارستان هست که ما برای راه اندازی اون به یک فردی با انگیزه، با پشتکار و لایق مثل شما احتیاج داشتیم. پس این پست بیمارستانی هست؟ من فکر میکردم اداریه. ببینید با توجه به اینکه این زمینه تخصص من خیلی کم هستش و اصولا مریضی وجود نداره براش، من به یک کار آزمایشگاهی که بتونم تحقیقاتم انجام بدم و یک کتابخونه که بتونم چند وقتی بار یه مقاله‌ای توش بنویسم راضی هستم. ما شما رو برای ریاست اون بیمارستان در نظر گرفتیم. مقاله حالی بود از هم بهتون نمیگه. جانم ببین دکتر جون، یه بیمارستان هست به اسم حاشیه، یادگار مرحوم دکتر علی اصغر حاشیه. بیمارستان 40 سال پیش ساخته شده، 40 کیلومتری تهران.
ولی الان 300 400 متر بیشتر با تهران فاصله نداره. آدرسشو الان برات می‌نویسم. به نوبه دلایل این بیمارستان تعطیل بوده تو این سالا. ما الان می‌خوایم با یک مدیریت هدفمند و پشتکار عالی اونجا رو راه اندازی کنیم. من مطمئنم شما منو اشتباهی گرفتید. ببینید من تخصصم مدیریت نیست، تخصصم در واقع پزشکی هستش، اونم تخصص خیلی خاصیه. من متخصص پلاستولیز سلول‌های بینابینی خون هستم. در واقع ببینید زمانی که بدن اینجوری براتون شرح بدم، داره یه سری گلبول‌های قرمز هست و یک سری گلبول‌های سفید. یه زمانی این گلبول‌های قرمز خوب کار نمی‌کنن، گلبول‌های سفید خوب کار می‌کنن. یه زمانی گلبول‌های سفید خوب کار نمی‌کنن، گلبول‌های قرمز دارن کارش می‌کنن. یه زمانی هست هیچ کدوم از این گلبول‌ها، یعنی قرمز و سفید، با هم کار نمی‌کنن. اونجا یه سری گلبول وارد کار میشن که یه خورده گلبهی هن یا سیتور میزنن. خب اونجا کار من شروع میشه. این دقیقا همون جاییه که شما باید شروع کنید. من مطمئنم شما من اشتباه گرفتید. این کارت ملی من هستش، ملاحظه بفرمایید. آوا دیگه خودتونید. من با دکتر یه تماسی بگیرم، اجازه بدید که قربان شما به عکس این طرف قبل از عمل نگاه کنید. یه چیزی بوده بین مهد اولیا مادر ناصر دین شاه و ماریو بولوتلی نوک حمله یه تیم ایتالیا. من جراحم، معجزه که نمیتونم بکنم. این باد داره بادش تا هفته دیگه میخوابه. آقای دکتر، شما با اون عمل بینیتون سیستم تنفسی بیمارو مختل کردین؟ میگه از گوشم بیشتر نفس میکشم تا دماغم. گونه ای که براش گذاشتین سر خورده اومده زیر فکش، چونش هم انقدر بردین عقب که نصف زبونش بیرون از دهنش مونده. من همه اینا رو درست میکنم. شما دستور فک پلمپ مطب رو بدین، من همه رو عمل میکنم، دوباره همه اینا رو برمیگردونم سر جای قبلش. اصلا پولش هم نده، چک یه ماهه بده، چک دو ماهه بده. فقط این نیست، این چهارمی شکایته. حالا دیگه من خواهش میکنم گذشته رو لطفا پیش نکشید دیگه. اینا به هم دیگه میگن، بعد میگن یه تیری در تاریکی بندازیم، شاید از این کاشف بیچاره پولی سلفیدیم. نه چیز کنید، شما به این حرفا توجه نکنید. اتفاقا من اینجام که به این حرفا توجه کنم. حالا من خواهشم این هست که شما این نامه بنده رو امروز بدید، من برم بعد از فردا صبح به این حرفا توجه کنم. این پروانه پزشکی شماست؟ قابل نداره، مال شما هست. اصلا چه قابلی داره؟ گفتی اسم دانشگاه چی بود؟ کلوکوکو. 5 ستاره است، آل این کلوسیو هم هستن. من هرچی گشتم چنین سایتی پیدا نکردم. نیست دیگه، فیلیپینیا برعکس ما اهل فیسبوک و اینستاگرام و وایبر و اینجور چیزا نیستن. کلن فضای مجازی رو قبول ندارن، راحت زندگی میکنن. تو وزارت علوم فیلیپین هم نبود. من با رئیس دانشگاهمون که صحبت میکردم گفتن ما عمدن ثبت نمیکنیم که ریا نباشه. تو گوگلم چک کردم اصلا همچی شهری وجود نداره. همون کلوکوکو تو مرز لاوس و فیلیپینه. بعد اینا سر این شهر با هم دعوا دارن. شما نقشه لاوس رو چک کنین، شاید اونا ورش داشتن. من نمیتونم صلاحیت این دانشگاه رو تایید کنم. خیلی هم خوب کاری میکنی. اصلا حالشونو بگین، نامردن. من 5 سال اونجا زندگیمو گذاشتم، وقتمو گذاشتم، صرف کردم، من خانواده‌ام از عشقم دور بودم، بابام هرچی پول داشت دلار میکرد، من میریختم تو این دانشگاه. همون صلاحیتشونو رد کنی حالشون جا بیاد، نامردن همش. اون موقع مدارک شما رو هم نمیتونم تایید کنم. یعنی چه جوری؟ یعنی از نظر این مرکز دکترای شما معادل سیکله، یعنی سوم راهنمایی ما. بیماری شما میتونه خیلی خطرناک باشه، مخصوصا با خوردن نمک که برای شما مثل سم میمونه. تو نمک تو خون ماست، غذا بدون نمک خوردن نداره. نمک رو باید از غذاتون حذف کنید. مایعات هم باید زیاد بخورید. یعنی آب کله پاچه رو میتونم بخورم؟ نه عزیزم،
منظور از مایعات آبه، آب میوه طبیعی و اینجور چیزا. شما باید رژیم غذایی بگیرین، وزن کم کنین، ورزش هم باید بکنین. این داروها هم که نوشتم باید همه رو مصرف کنین. ببخشید یه لحظه خانم، من خدمتون گفته بودم وقتی مریض داخله وزن نکنین. ببخشید. الو هومن جان. سلام علیکم دکتر، حال شما چطوره؟ دستم به دامنتون، اینجا مثل این که منو به جا نیاوردن، میخوان منو بکنن رئیس بیمارستان. خب ایرادش چیه؟ مثل این که شما منو به جا نیاوردی، من هومن صحرایی هستم، همون بینابینیه که یه تا پرنده زده بود تو بساط کتاب فروشی هم دیگر رو دیدیم. هومن جان به نظر من تو پزشک لایق و مسئولی هستی. من خیلی ممنونم، خیلی شما لطف دارید. الان میشه بگین اصل ماجرا چیه؟ ببین اونا برای ریاست یه بیمارستان دنبال یه پزشک وظیفه شناس و با انگیزه بودن، منم با شناختی که ازت داشتم تو رو معرفی کردم. خب اینا مثل این که خیلی خوب منو نمیشناسن، میخواین که من گوشی بدم خدمت ایشون، شما منو معرفی کنید که تمام این سوء تفاهمات برطرف بشه. خودتو دست کم نگی، من مطمئنم که از پسش برمیای. الانم من مریض دارم، شرت رو از سرم کم کن. قربونه تو. رئیس بیمارستان. بله شما شدید رئیس بیمارستان حاشیه. تبریک میگم. یعنی به خاطر تو رفت 5 سال درس خون، دکتر شد، برگشت به خواستگاریش ادامه داد؟ آره دیگه، با تمام عشق و احساس الهی بازش بمیرم. بعد 5 سال بابا به خدای مرد و فوتوشاپ هم 5 سال من یه خواستگار داشتم، 5 دقیقه رفت یه آب معدنی میخره دیگه برنگشت. وای خب بیچاره شد، یه اتفاق بازش افتاده. آره دیگه، تو همون بقالی با یکی آشنا شد، 3 ماه بعدش هم ازدواج کردم. آخه الهی واسه بمیرم، تو چی کار کردی؟ هیچی دیگه، من خودم رفتم واسه خودم آب معدنی خرید. خب خدا رو شکر بهروز من کفتر جرده، هر جایی بره برمیگرده. بعدم اهل سوپرمارکت و بقالی و آب معدنی و اینا نیست. حالا شما اینجا کارتون چیه؟ ما با بهروز جون اومدیم اینجا دکتراشو معادل سازی کنه، بعد ببریم قاب کنیم، ببریم بزنیم مطب، انشالله پول در بیاریم و ازدواج کنیم. انشالله، ولی به همین سادگی هم که میگی نیستا. چرا قابساز آشنا داریم؟ نه قابو نمیگم، سر کار رفتن رو میگم. همین این هومن امام متخصص متعهد کارکشته، از 4 تا بیمارستان اخراجش کردن، 3 تا درمونگاه، به هر دریزد یه آمپول ندادن دستش تزریق کنه. حالا دیگه اومدیم آویزون دوستای بابامو شدیم. آخه خب میدونی شهر خواهرهای من دکترن، دست به کسو میگیرن. دلت خوشه عزیزم، فکر کن فامیل که به درد نمیخورن، از پسر خاله خونی تا دوست جونی یکی یه قدم واسه ما بر نداشت. خب عزیزم بالاخره مدرک با مدرک فرق. بهروز من خارج از کشور درس خونده، رو هوا میدرمش. گفته کجا درس خونده؟ آمریکا، کانادا، همچین جایی. لطفا حالی کم نشید. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خسته نباشید، دلم خیلی تنگ شده بود برات. کارتون انجام شد؟ گفتن که بعضی به بعد خودشون باید بیشتر به مریض ها نظارت داشته باشن. کار تو چی؟ من اصلا یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد، من رفتم اونجا برای یه کار دیگه، ریاست یک بیمارستان رو در واقع به من سپردن. آره ریاست یه بیمارستان. بله خیلی مثلا خودم قلبم داره با ماسه. هومن تو یادم کلاسور تو نمیتونستی درست نگه داری، الان ریاست یه بیمارستانو به تو سپردم. پس شما منو یادتون اومد، شما منو یادتون اومد. من توی اتاق که بودم همش داشتم به تو فکر میکردم، گفتم من این بچه رو کجا دیدم. چی شد که ریاست بیمارستانو به تو سپردم؟